حسن این 8 من خوبه که 800 میلیارد هم میخوام میده. من ازش میخوام کل لواسه الان بنام من بکن میکنه. زمینخواری و تغییر کاربری اراضی کشاورزی در ایران مسئله ای تازه نیست، اما طی چند سال گذشته علنی شدن این موضوع در ساخت دو شهرک باستی هیلز و کلاک در منطقه لواسان تهران باعث روشن شدن ابعاد دخالت مقام‌های ارشد حکومتی، قضایی و دولتی در موضوع زمینخواری در ایران شد. پس از 13 سال کش و قوس قانونی و اعتراض شورای عالی شهرسازی، آبان ماه سال 1395 موضوع تبدیل کاربری 1,000,000 متر مربع اراضی کشاورزی در شهر لواسان و کنار سد لطیان به مسکونی با ارزش افزوده هزاران میلیارد تومان طبق نامه رئیس دادگستری کل استان تهران و عطف به دستور رئیس وقت قوه قضاییه، کار را به نفع برادران نجفی اصل مالکان این زمین ها یک سره کرد. اما علی خامنه ای رهبر ایران چندی قبل در نشست با فعالان محیط زیست گفته بود مسئولین اجازه چنین کاری را ندهند و با عوامل فاسد برخورد کنند. نباید اجازه داد که منبع شرب تهران مورد تعرض قرار بگیره، منبع هوا و تنفس تهران مورد تعرض قرار بگیره، منابع زندگی در تهران، پایتخت کشور، مرکز دولت اسلامی مورد تعرض یه عده‌ای قرار بگیره. اینا رو باید برخورد کنید. دستگاه فساد در ایران پشت صحنه آنچه گفته می شود با زد و بند کار خود را پیش می برد. در موضوع تخلف تغییر کاربری اراضی لواسان نیز دادن امتیاز ساخت 62 ویلای 2000 متری مشابه شهرک باستی هیلز در حالی قرار بود توسط شورای عالی امنیت ملی و دفتر رهبری پیگیری شود که داماد علی شمخانی خود جزء متخلفان ساخت و ساز در لواسان است و رئیس بازرسی بیت رهبری علی اکبر ناطق نوری صاحب حوزه علمیه لاکچری لواسان و وابسته دور مالکان زمین ها و کسی است که به شهرداری لواسان دستور داد کار برادران نجفی عصر را بدون اعتراض انجام دهد. همچنین استاندار دولت محمود احمدی نژاد و معاونین او جزو متخلفان تغییر کاربری این زمین ها بودند و بعضی وزرای دولت حسن روحانی نیز پیشتر 40% از کل صنعت پتروشیمی ایران را در هولدینگ باختر با 1/100 قیمت به خانواده های نجفی اصل و متحری اصل شرکای کلاک واگذار کرده و به این اسپانسرهای سیاسی لقب ژنرال اقتصادی داده بودند. به نظرم باید تمام طرفهاش رو شناسایی کرد و باشون صحبت کرد. در لواسان جز مبهمایی که هر وقت میخوان صحبت کنن که این چیه و مردم پچ پچ میکنن همین جاست. امام جمعه لواسان در پاسخ به گروه های مطالبه گر و روزنامه نگارانی که پیگیر ابهامات این پرونده زمینخواری بودند تأکید کرد باید دید دست های پشت پرده کجا هستند. دست‌های پشت پرده در دست بیت رهبری و وابستگان دبیر شورای عالی امنیت ملی، استاندار وقت تهران و معاونین او در دولت قبل و وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و تعدادی دیگر از وزرای دولت فعلی بود. وقتی به صحبت‌های شهردار لواسان دقت می‌کنیم می‌بینیم حاصل تفاهم رئیس قوه قضاییه، نزدیکان دو رئیس جمهور و بازرسی بیت رهبری هرم قدرت فاسد سیاسی را ساخته است که هیچ کس توان مقاومت برابر ایشان را ندارد. کاربری زمین‌ها را هم همین هرم یک شبه عوض کرده و به نام دینداری و ساخت حوزه‌های علمیه آنچنانی دارایی ملی را به اشخاص واگذار کرده و به اشکال مختلف تلاش کرده است هم حامی صاحبان شهرک باستی هیلز و کلاک شود و هم در ردیف ساکنان این منطقه اعیانی باشد. بعد مالکین میان برای درخواست پروانه به شهرداری مراجعه
میکنن. من به عنوان شهردار نامه کمیسیون ماده 5 رو برایشون خوندم، ارجاع دادن پرونده رو به محل وقوع قرارداد، دادگاه لواسان. رسیدگی کرد، توضیحات ما رو خواست. از اونجایی که این صورت جلسه اساس عملیاتی توسط شهرداری زده شد در زمان اوستاد فقط، دادگاه حکم الزام به اجرای تعهدات، چون مالک تعهدات خودش رو انجام داده بود، شهرداری از صدور پروانه به دلایلی که من خدمتشون گفتم خودداری میکرد. انتشار دستور صادق لاریجانی رئیس وقت قوه قضاییه و رئیس فعلی تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران در مورد ساخت و ساز شهرک کلاک، نیمه کار ماندن رسیدگی به پرونده اکبر تبری، فرار یکی از برادران نجفی اصل با هزاران میلیارد سرمایه ملی به خارج از کشور و آزاد بودن دیگر عوامل این زمینخواری‌های بزرگ نشان می‌دهند برای تایید ادعای قوه قضاییه ایران در خصوص جدی بودن در مبارزه با فساد راهی طولانی مانده است. داریوش معمار، ایندیپندنت فارسی.